دوستان سلام بسیار خوشحالم که شما را مجددا پای صحبت خودم در این سمینار میبینم بحث این بار ما دوران پس از مشروطیت و برآمدن رضاشاه است داستان غمانگیز ضعف مفرت دموکراسی یا فترت دوران استبداد از بعد از مجلس اول تا خلق احمدشاه از سلطنت داستان ضعف بنیانهای مردمی و دموکراتیک در ایران پس از انقلاب مشروط است جامعه ایران پس از انقلاب مشروطه نشان داد که آجز از ساختن بنیادهای دموکراتیک است و فقط توانسته است تنظیم های دولت مدرن را تقلید کنه مجلسی بسازد قوانینی بگذراند بدون اینکه بتواند قانون عرف را جایگزین قانون شهر بکنه بدون اینکه بتواند دولت در دولت روحانیت را به یک دولت ملی یک پارچه تبدیل بکنه و بدون اینکه بتواند ایلهای مختلف را که اینجا و آنجا بودند به زندگی شهرنشینی و امکانات اقتصادی نوین سوق بده و ساختار سنتی اجتماع را در ایران عوض کنه این ضعف مفرد به اضافه وجود دو همسایه بسیار قوی یعنی انگلستان و روسیه در دو طرف ایران با مطامع بسیار و حادث آفرینی های بیشمار باعث شده بود که دولت ها دوام و بقایی نداشتند حکومت ضعیف بود شاه قاجار شاه آخرین قاجار احمد شاه در سن سباوت به حکومت رسیده بود و تجربه کافی برای اداره مملکت نداشت هرچند که ظاهرا تمایلات دموکراتیکش به نسبت برای آزادی خواهان ایران مورد احترام بود ایران در آستانه فروپاچی اجتماعی و شاید تجزیه و فروپاچی کامل اقتصاد در چنین زمانی رضا وزیر جنگ شد به شرحی که میدانید تهران را به وسیله نیروی غذاق گرفت بعد از اون وزیر جنگ شد احمد شاه را خلق کرد و خواست که ابتدا رئیس جمهور ایران بشه روحانیت مشورت داد یا مخالفت کرد معروف است آقای اشخبطولکیمه ها علی مخالفت کرد و رضا شاه پذیرفت که شاه بشه رضا شاه با ایده اصلاحات اداری و اجتماعی مدرن سازی ایران کوتاه کردن دست روحانیت و همراه با آن با تحت تأثیر یک ناسیونالیسم ایرانی که از مدل مشابه خودش در ترکیه آتاتورک الهام گرفته بود و بیشتر شبیه حکومت‌های شاهان اقتدارگرای آلمان نظیر ویلهلم کبیر بود با چنین ایده‌ای رضا به سلطنت او در ابتدا و روحانیت همراهی کرد ولی وقتی مستقر شد در صدت برامد که این دولت در دولت رو خاتمه بده و دولتی بسیار متمرکز و یک پارچه روحانیت به زور آزمایی پرداخت واقعی مسجد و گوهرشاد درست شد و روحانیت شکست سختی خود و به هاشیه کشید شد اما شاید این فقط ظاهر قضیه بود چون ناسیونالیسم ایرانی برآمده از اندیشه های روشنفکران ایرانی که از دوره ابتدای انقلاب بودند و اون رو به رضا منتقل کرده بودند در اروپا هم در تعبیری که در ایران در مراجعه به جهان باستان و تجدید تولید یک حکومت اقتدار گرا داشت در اروپا هم به تدریج جای خودش رو به یک ناسیونالیسم متعادلتر و متکی به شهروندان و غیر متمرکز میداد در اروپا همچنین سوسیالیسم پای گرفت سوسیالیسم در دوران رضاشاه در سال 1917 منجر به انقلاب اکتبر در روسیه آن زمان و برآمدن یک دولت مارکسیستی و یک حکومت قوی شد که اتحاد جماهیر شوروی رو بعدا بنیان نهاد این دو واقع یعنی میل حکومت به ناسیونالیسم اروپایی متهاجم آن زمان و و برآمدن یک حکومت سوسیالیستی در همسایگی ما روشنفکران ایرانی را به دو بخش تقسیم کرد و شکاف عمیقی بین اینونها به وجود آورد بخشی چپ و معتقد به سوسیالیسم و تحت تأثیر همسایه شمالی و بخشی ناسیونالیست و وقتی در گفتمانشون جستجو میکنی به شدت تحت تاثیر فاشیسم آلمان و مدل اقتدارگرایی که در آلمان وجود داشت البته در این میان ملیون متعادلی هم پیدا شدند که مدلهای دیگر اروپایی رو سرمش قرار داده بودند ولی بخش بالنده هر دو گروه بخشهای افراطی در چنین محیطی روحانیت شیعه با احساس خطر از جانب رضا شاه دو بخش مدرن و سنتیش دوباره به هم نزدیک شد ولی البته سر خودشان را دزدیده بودند و سعی می کردند با حداقل دخالت در امور مورد تهاجم قوای حکومتی قرار نگیرد جنگ دوم به پایان خودش نزدیک شد کنفرانس تهران منعقد شد و رضاشاه تبعید شد دوران تبعید رزاشاه دورانی است که با آن دوران طلایی آزادی میگن ولی بیشتر دوران عدم وجود استبداد است تا دوران آزادی برای اینکه ما هیچ کدام از نهادهای دموکراتیک رو نداشتیم شاه جوانی که آمده بود هنوز تجربه حکومت نداشت و مستقر نشده بود روحانیت دوباره نظام گرفته بود به خاطر اینکه درست در سال 1300 که رضا شاه وزیر جنگ شد و تصمیم گرفت تهران را مرکز حکومت متمرکز خودش بکنه آشق عبدالکریم حائری آیت الله عبدالکریم حائری هم که حوزه کوچکی در عراق داشت به قم آمد و قم را مرکز جغرافیایی حوزه علمیه در سراسر ایران کرد همان امکاناتی که مدرنیته به رضا شاه میداد تا بتواند حکومت ملوک و توایفی را به یک حکومت متمرکز تبدیل کنه راه بسازه جاده بکشه تلگراف و تلفن به وجود بیاره بانک تأسیس کنه بودجه بنویسه و پول رو در تهران متمرکز کنه همین امکانات به کمک روحانیت آمد روحانیتی که در دوره قاجار در شهرهای مختلف پراکنده بود امکان ارتباط با هم نداشت وجود تلگراف تلفن وجود جاده ها ماشین و تسهیل مسافرت شبکه بزرگ روحانیت رو هم مربوط کرد وجود بانک ها باعث شد که وجوهات شرعی و پولی که در قرا و قصبات و شهرها متفرق و پراکنده بودند همه در حوزه علمیه قوم یکجا جمع بشه و منبع مالی معتنابهی به وجود بیاد این روحانیت در دوره رضاشاه به کمون رفته بود و سر خود را دزدیده بود ولی با رفتن رضاشاه این تمرکز فوقلاده به کمک اونها اومد و اونها قوی تر از همیشه پا به عرصه ای وجود گذاشتند بعد از آیت الله و آیت الله بروجردی به قدرت رسید مرجعیت را در روحانیت برای مدت چهارده سال یک بار کرد وجود یک رهبر واحد در تشکیلات روحانیت با وجود رویه ای که آیت الله بروجردی داشت و اون عدم دخالت مستقیم در قدرت سیاسی و روحیه محافظ کارانه او بود در حقیقت چنان قدرتی به روحانیت داد که شاه همواره بر روی اون حساب میکرد ولی این تنها اتفاقی نبود که در این دوران برای روحانیت پیشم بخشی از روحانیت به رهبری آیت الله کاشانی که از تبعید آمده بود به شدت سیاسی شده بود در جریان ملی شدن نفت در کنار مصدق و در کنار مردم برای احقاق حقوق آنها از انگلیس میجنگید البته آیت الله کاشانی تا آخر همراه مصدق نماند و متهم شد به اینکه یار وفاداری برای مصدق نبود ولی به هر صورت همراه با خود یک جریان سیاسی را در روحانیت آورد که اونها به تدریج دایه قدرت پیدا کردند به خصوص که نواب صفوی هم در این دوره سازمان فدایان اسلام رو به وجود آورد و در دوره فترت یعنی از دوره تبعید رضا شاه تا هنگامی که شاه قدرت گرفت فدایان اسلام توانسته بودند که رشد فوق پیدا بکنم و با ترورهایی هایی که میکردن و ارعاب و تهدید همه رجال مملکت را بترسانند و چند تن از اونها رو <تصفح> ترور کنن این بخش از روحانیت از همان موقع داعیه تصاحب قدرت سیاسی و حکومت داشت شاید به تقلید از کسانی که در مصر برای احیای حکومت اسلامی پس از سقوط عثمانی ها در صدد تجدید این حکومت بودند در ایران هم نواب صفوی و یارانش با وجود اینکه چنان که گفتیم در شیعه حکومت الهی در دوره غیبت امام معصوم تعلیق به محال شده بود با تعبیرات جدیدی برای اولین بار مستقیما ادعای قدرت سیاسی داشتند و برنامه حکومت اسلامی خودشون رو چاپ کرده خب آیت الله بروجردی فوت کرد و پس از فوت آیت الله بروجردی روحانیت میراسی از روحانیت سیاسی را با خود آورده بود که در بخش های ادعای قدرت داشت و بخشی از روحانیت هم کماکان به روش عملگرایانه آیت الله بروجردی و روش اصلاحات دینی برای تطبیق با میراس انقلاب مشروطه وفادار بودند در چنین جوی مسئله جایگزینی آیت الله بروجردی مطرح شد شاه بیمیل نبود که با پخش قدرت بین روحانیون مختلف یا انتقال مرجعیت از ایران به نجف قدرت روحانیت رو تعدیل بکن در این میان آقای خمینی که در اون روز مدرس مورد احترامی بود که سالها آیت الله بروجردی به خاطر طرفداری از فدایان اسلام او را ترد کرده بود و او خانه نشین شده بود فرصت دوباره ای پیدا کرد که از زندان بکنه موقعیت را سنجید و هنگامی که شاه پاره ای از اصلاحات اجتماعی را در حقوق زنان و امر انتخابات و اصلاحات ارزی میخواست بکنه با اونها مخالفت بسیار شدیدی کرد و توانست توجه بازماندگان فدایان اسلام روحانیت سیاسی و بخشهایی از بازار را که با این روحانیت در دوره آیت الله بروجردی مربوط شده بودند و به صورت تشکیلاتی به هم دیگر یاری می رسندن جذب آیت الله خمینی در اثر حوادثی که پیش آمد و در اینجا ربطی به بحث ما نداره به عراق تبدیل شد آیت الله شریعت مداری در ایران ماند و در آن روز اکثریت طبقه روحانیت مخالف روش آیت الله خمینی و موافق روش آیت الله شریعت مداری بود که روشی عملگرایانه اجتناب از دخالت در سیاست برای کسب قدرت و ایجاد هایی در مذهب و سازمان روحانیت بود ولی آقای خمینی از شاگردان بسیار متعصب و متحرک و سیاسی که بازمانده فدایان اسلام بودند و کسانی که به خاطر در حقیقت مدرنیزاسیون از بالای شاه بحران هویت گرفته بودند و آسان جذب گفتمان سنتی روحانیت می شدن به سازماندهی اونها پرداخت شاه پس از کودتای 28 مرداد از بحران مشروعیت رنج می می‌خواست این بحران را با پیشرفت اقتصادی و اصلاحات سیاسی که در جامعه ایران می کرد جبران کن به مقدار زیادی موفق شد جامعه ایران رو پیش ببره و ساختارهای اون رو مدرن بود. اما اصلاحات ارزی اصلاحات موفقی نبود شکست در اصلاحات ارزی باعث شد که جمعیت بزرگی از روستا از مکان خودش کنده بشه و به حاشیه شهرهای بزرگ بیاد این جمعیت برای امرار معاش و پیدا کردن شغل به شهرهای بزرگ حجوم آورده بودن و به تدریج روحانی ده خودشون و فرهنگ روستای خودشون رو هم با هم به مسکن جدید خودشون که حاشیه شهرهای بزرگ بود آوردند روحانیت انقلابی از این افراد سود زیادی میتوانست ببره برای اینکه رو از بالای شاه جامعه رو به یک ابر جامعه شهری تبدیل کرده بود که بسیار مدرن زندگی میکرد و با آمد و رفت با اروپا و کشورهای دیگر جهان هر روز به زواهر تمدن غربی حداقل بیشتر تاثیر می کرد اما در حول این جامعه کوچکی که در شهرها وجود داشت یک اکثریت عظیمی از طبقه اه، اه، متوسطی که تازه به مزایای زندگی کوچکی رسیده بود و روستاییانی که از روستای خود کنده شده بودند و با هاشیه شهرها آمده بودند وجود داشتند که روحانیت می توانست اونها را جذب کنه در دهه پنجاه جامعه هر روز مذهبی تر و مذهبی تر می شود. بازار که در اثر مدرنیزاسیون شاه نقش خودش رو تضعیف شده میدید هر روز بیشتر جذب روحانیت میشد و برای تعدیل نیروی از دست رفته خودش کمک های بزرگی به روحانیت و بعضا به روحانیت انقلابی می کرد تا قدرت شاه رو تعدیل بکن شاه با وجود همه این اصلاحات هرگز از سوی دو بخش روشنفکران چپ و ملی ایران بخشیده نشد و در روشنفکران ایرانی از بحران مشروعیت رنج می برد هرچند که در عامه مردم چنین نبود و عامه مردم مشکلی با سلطنت شاه نداشت در این میان یک قشر روشنفکری حکومتی هم تشکیل شده بود که به علت عدم امکان سیاست دخالت در سیاست که شاه آنها را از اون محروم کرده بود به تدریج از مهارت های سیاسی فاصله گرفته بود شاید در این میان مرض شاه که بعدها معلوم شد از سرطان رنج می بود و به کسی نمی گفت مزید بر علت شد و مجموعاً وضعی را فراهم آورد که وقتی آقای خمینی با استفاده از شورش های کوچکی که در ایران شده بود توانست اون رو به نهزت بزرگی مواجه کنه در شاه اراده پایداری نمانده بود آقای خمینی در سالهای اقامت در نجف توسعه ولایت فقیه را به حدی رسانده بود که ادعای تصاحب قدرت را از وظایف فقیه می او در دروس خودش در نجف جزوه کوچکی را فراهم کرده بود و با استدلالات در حقیقت بسیار سرهمبندی شده این و شاید به این منظور که قضای سیاسی مناسبی برای گروه انقلابی باشه اونو به ایران گسر کرده بود در حقیقت این شالوده سیاسی و این بنیان فکری که به اسم مانده از ملا احمد نراقی و فدایان اسلام بود به وسیله آقای خمینی تکمیل شد اینان همه سلسله فقیهان عارفی هستند که وحدت وجودی هستند آقای خمینی خودش رو در ردیف اقتاب صوفیه در مرحله فنائف الله و بقائب الله میدید و فکر میکرد که از سوی خداوند برای ارشاد مردم معمور شده وظیفه فقیه را قیام برای تصاحب قدرت سیاسی میدید و به این امر موفق شد و امروز ما نظامی را که پی گذاشته و عواقبی را که برای ایران به بار متاسفانه به چشم میبینیم البته من در این بحث چون بحث مربوط به اقتدار سیاسی است به هیچ وجه به امکانات خارجی که در اختیار آقای خمینی گذاشته شد که توانست روحانیت را یک پارچه بخره و در بین سیاسیون نفوذ فوق العاده ای بکنه و همراهی هایی که با او شد اشاره نکردم و همچنین در صدد ارزیابی از پیشرفت های رضا شاه یا شاه و نقاط مثبت به منفی اون نبودم که البته ایرانی که در اون دوره ساخته شد قابل قیاس با این دوره نیست در این دوره بحث ها متمرکز شده است در رابطه اقتدار سیاسی فقه عرفانی و عبر روایت جهان باستان و ارتباط اینها با هم و در بخش های بعدی خواهیم دید که چگونه روشنفکری فکری ما به خاطر مشترک بودن در تصورات چنین ابر روایت باستانی در مقابل روحانیت از لحاظ مفهومی خل اصلاح بود و از لحاظ سازمان چنان ضعیف بود که امکان ارزندام نداشت و به قول کسروی این ملت یک حکومت به روحانیت بدهکار بود و امیدواریم که این بدهکاری خودش رو تعدیه کرده باشه همونطور که گفته شد مدرنیزاسیون از بالا بخش مهمی از جامعه را با بحران هویت رو در رو کرد سرعت این مدرنیزاسیون به قدری بود که حتی روشنفکران را از این بحران هویت بی‌نصیب نگذاشته بود کتاب قرب زدگی آل احمد بازگشت به خیشتن که نویسندگان مختلفی در آن باره قلم فرسایی کرده اند همه نشان می‌دهد که در روشنفکری ما هم این بحث بحث بسیار قوی بود که ما نتوانستیم در مسیر مدرنیزاسیون از بالا به درجاتی از پیشرفت در حداقل در جنبه معنوی نائل بشیم که در تطابق با جنبه مادی ترقی ها باشه چنین بحث های راه را به شدت برای هماوایی بخش های مهمی از روشنفکری ایران با روحانیت انقلابی هموار میکرد گفتمان مشترک بود هر دو بازگشت به خیشتن را گفتند حتی بازگشت به خیشتن روشنفکری هم در روشنفکری چپ به خصوص رنگ مذهبی پیدا کرد از طرف دیگر باستانگرایان ما نیست بازگشت به خیشتن را از نوع دیگری تبلیغ میکرد اون که بود بازگشت به گذشته بود شاه با سرعت و بدون توجه به اینکه همراه اندکی برایش مانده به جلو میتاخت و توجهی به این دگرگشت جامعه از جامعه نسبتا شهری دوران ابتدای سلطنتش به جامعه به شدت سنتی دهه های پنجاه نداشت و ای با اون حس کرد شاید اون نمیدید که چگونه بخش مدرن جامعه باریکتر و باریکتر میشه و چگونه این لشکر بزرگ دینی و مذهبی دانشگاه ها رو به تصرف خودش در میاد حتی آمدن دکتر علی شریعتی و جذب طیف بزرگی از دانشجویان را از طیف چپ به خودش باعث هشداری به شاه نشد او بیشتر غرق مبارزه در کمونیست بود که اون رو دشمن اصلیش میدید و از این دشمن خانگی و این دولت در دولتی که در زور با سلاطین قاجار توانسته بود اونها رو شکست بده و با خود او در 15 خورداد دست و پنجه نرم کرده بود قافل بود شاید بیماری شاه باعث شد که او چندان توجهی به این موضوعات نداشته باشه آقای خمینی هم توانست با مهارت وعده سلطنت و قدرت را به روحانیتی بده که در دوره آیت الله بروجردی به شدت قوی شده بود و در دوره رونق اقتصادی به شدت از امکانات مالی برخوردار شده بود حال شما همه اینها رو در کنار امکاناتی بگذارید که آقای خمینی در ارتباط با بعضی از قدرت های خارجی توانسته بود به دست بیاد او توانست در رأس هرم قدرت روحانیتی قرار بگیره که از شبکه بسیار وسیع برخوردار بود و در این شبکه وسیع که در همه جا شعبه داشت توانست حرکتی را ایجاد بکنه که روشنفکری ایران نه سازمان اون رو داشت و نه امکانات شد و سازمان کوچکی که هم داشت بعد از 28 مرداد به علت توقف فعالیت های سیاسی سلحامیز از دست او گرفته شده بود سازمان های مبارزه مسلحانه هم از طرف خود مردم باش ایرانده شده بود بنابراین چکست مقدر بود و صد و خورده ای سال بعد از پیام اخون ملا کازم خراسانی به شیخ فضل الله نوری معلوم شد که مشروطه مشروعه هم می شود و متاسفانه در کشور ما چنین شد خیلی از اینکه در پای این سمینار بودید متشکرم و امیدوارم در بحث های آینده شما رو ملاقات